حالا اگر توجه کرده باشید تبلیغ میشه که رژیم توانسته بر قیام غلبه کنه چه کسانی چنین ادعایی دارند چه کسانی به این ادعا دامن میزنن واقعیت چیه برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای مسعود راتبی با سلام آقای راتبی با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید سلام بر شما و سلام بر, سلام بر بینندگان عزیزتون و همینطور درود بر کانونهای شورشی قهرمان در میهن اسیر بله بفرمایید در خدمتتون هستم و اون رو جمع کنه تفسیر شما از این ادعا چی هستش بله خب این سوال خوبیه میدونید که اساسا دیکتاتورها به پشوانه همین دستگاه سرکوبی که برای حفظ حکومت خودشون ایجاد کردند و میکنند خب همیشه فکر میکنند که قادرند که این قیام ها رو خاموش کنند و سرکوب کنند بنابراین رژیم به اعتبار همین دستگاه سرکوبی که داشته و داره و به اعتبار همه تجارب و سوابق ضد انقلابی و ضد خلقی که داشته تو انقلاب توی قیام های پیشین و همینطور به اعتبار روش های شناخته شده ای که در تولید دود و دم و به قول معروف تهدید و تطمیع و فریب و این چیزا به کار میگیره تصورش اینه که و فکر میکنه که میتونه قیام رو متوقف کنه یا حداقل اون رو به عقب بندازه نکته دیگه ای که باید بهش توجه کرد اینه که رژیم دنبال اینه که برای خودش زمان بخره خب چطوری با سرکوب با گسترش عمدی کرونا با بحث حجاب یا با همین حرکت رزیلانه ای که میبینیم سر مسئولیت دخترای دانش آموز به وجود ورده و خلاصه موضوعات جانبی دیگه مشابه این خلاصه دنبال اینه که در یک کلام صورت مسئله قیام رو تغییر بده و مردم رو درگیر یک سری مسائل هاشیه دیگه بکنه و به این شکلی و به این ترتیب قیام رو جمع کنه یا اگه بتونه منحرف بکنه البته رژیم برای به انحراف کشوندن قیام با کمک مزدورای استعماری و همینطور استفاده از دادسته بچه شاه و همین شاه پرستا دنبال اینه که توی چشم شورشگرای قیام خاک بپاشه و ایزا همینطور آتش قیام رو و خش مردم رو روش آب سرد بریزه و به قول معروف اون رو متوقف بکنه چطوری؟ با انواع و اقسام خطوط و شعارهای انحرافی که مطرح میکنه مثل تبلیغ خشونت پرهیزی و یا مبارزات مدنی مبارزات به اصطلاح مسالمت آمیز و از این شعارهای این مدلی یا همینطور جابجا کردن واژه ها مثل اینکه سرنگونی قهرامیز رژیم رو تبدیل میکنه به واژه به نام فروپاشی اونم از طریق گذار مسالمت آمیز به اصطلاح خلاصه کلام بخوام بگم این که حرف کسایی که چنین ادعایی دارن اینه که رژیم با هر شیوه و هر وسیله ای میتونه این سال یعنی سال 1402 رو بکشه و تا آخرش دووم بیاره و خودش رو برسونه به سال بعدی و اینکه آخرش جشن بگیره که بله دیدید که ما یه سال دیگه هم موندیم و سرنگون نشدیم بله با توجه به توضیحاتی که دادید این سال پیش میاد که چه کسانی چنین ادعایی دارن و چه کسانی با عمل کرده خودشون این ادعا رو تقویت میکنن بله این ادعا توی درون خود رژیم توسط خامنه ای و همین دار دسته ای که بهش نزدیک هستن تبلیغ میشه و ولی به صورت مشخص خامنه این ایده رو همون اگه یادتون باشه روز اول عید توی مشهد این ایده رو ترک کرد این در حالیه که خب خیلی از کارشناسا و به قول معروف نظریه پردازای درون خود این نظام هم این حرف رو این نظریه رو اصلا قبول ندارند و برعکس مستمر هشدار میدن که بابا جان رژیم نه فرصت و نه پتانسیل و نه ظرفیتی برای بقا نداره ولی خامنه ای مستمر به این موضوع تاکید داره و با سوء استفاده از سرکوبی که توی قیامای قبلی کرده این دو به مردم حق نمیکنه که قیام 1401 رو فاز اولش رو با سیلی یعنی به عبارتی همون سرکوب متوقف کرده و اینکه حالا میتونه به همین شیوه قیام های آینده پیش رو هم سرکوب بکنه البته حالا در خارج از نظام دار دسته بچه شاه و شاه پرست و اینا هم به صورت مشخص قابل توجهی که با به کار بردن واژه خشونت به جای مقاومت انقلابی و مشخصا تبلیغ مبارزه بی هزینه و مسالمت آمیز عملا دارند یک خط و یک شعار انحرافی رو تبلیغ میکنند اون هم چیه؟ این که در افتادن با این رژیم اساسا بیفایده است و هیچ نتیجه ای نخواهد داشت یعنی هر کاری بکنیم بیفایده است و این که در مقابل چرا حلی ها ارائه میدن؟ این که باید در انتظار فروپاشی به اصطلاح فروپاشی نظام از درون خودش یعنی به طور خود به خودی منتظر این فروپاشی باشیم که خب میبینید که خیلی به قول معروف موزهک این تئوری میخوام بگم که اینا هم یعنی این دارو دسته هم به موازات خامنه ای دارن مهر تأییدی بر این ادعا میزنند بله از نکاتی که گفتید اینطور برداشت میشه که این ادعا باطله میخواستم بپرسم استدلال شما بر باطل بودن این ادعا چی هستش خب میدونید خیلی روشنه شما ببینید مگه مشکلات که روی میز خامنه ایه از روی میز کنار رفته خب از جمله این مشکلات خب خیلی چیزا هست معیشت مردم بیکاری بی, بی خانمانی بدبختی های مردم از, از همه اینا مهمتر آزادی های اجتماعی ده ها و ده ها مشکل دیگه خب خب معلومه که در کلام جواب منفیه به همین دلیل که باید بگم چنین ادعایی این خیلی قابل توجهه که این ادعا با یک سری از اصولی در تضاده من جمله این اصول اگه بخوام خدمتون عرض کنم یکیش بحران لاعلاج سرنگونیه و اینکه رژیم به طور واقعی برون رفت استراتژیکی از این وضعیت نداره یا همینطور باید اشاره کنم به اصل دیگه که جوشش شرایط انقلابی و شرایط عینی جامعه است و ایزن اینکه این ادعا با اصل بازگشت ناپذیری رژیم یعنی برگشتش به تعادل پیشین اساساً در تعارضه یعنی نمیتونه برگرد به وضعیت قبل از سال قیام 1401 و نکته دیگه اینکه هیچ کدوم از عواملی که تولید جرقه و به قول معروف زمین ساز و جرقه ساز قیام هستند که بهشون اشاره کردیم اینا هیچ کدوم از بین نرفته که یعنی هر لحظه اینا میتونن گریبان رژیم رو بگیرن و مجددا کلید یک قیام جدید رو بزنن ضمن اینکه این ادعا هم که خامنه ای تونسته قیام رو خاموش کنه اگه نگاه کنید توی بخش اعظم سران همین نظام و اکثر کارشناسای این رژیم هم این تئوری و این ایده جایی نداره و اصلا رد شده عموما هم به خامنه ای هشدار میدن که باید آماده باشه که هر لحظه طوفان قیام میتونه از یه جایی سر باز کنه ضمنا باید ببینیم که ادعای این که قیام تمام شده آیا واقعیه چون که این ادعا خب مطلقا میبینیم که با وضعیت نظار رژیم و واقعیت های موجود جامعه اصلا هیچ گونه سازگاری نداره از طرف دیگه هم خب موقعیت شورشی جامعه رو میبینیم و موقعیت سازمان یافته مقاومت سازمان یافته سراسری رو میبینیم و ایزن رشد و گسترش کمی و کیفی سازمان رزم کانون رو شورشی میبینیم که اینا هیچ کدوم همخان با این ادعا نیستن بنابراین اینجاست که باید بگیم که ادعا اینکه که قیام تمام شده فقط یک مدعی داره اونم خود خامنه ایه یعنی به طور مستقیم خود خامنه ای مدعی و به طور غیر مستقیم دار و دسته همین بچه شاه و شاه برستا. به همین خاطره که در پاسخ به سوال شما باید بگم این حرف به طور واقعی یک گذافهی بیش نیست و از اساس باطله ولی این نکتهی ای که میخوام روش تاکید کنم در پایان این پاسخ به این سوال اینه که باید به شدت با هر میزان آثار چنین ادعاهای مسمومی باید مبارزه کرد ای راتبی به عنوان سال آخر میخواستم از شما بپرسم ارزیابی شما از شرایط کنونی قیام چی هستش؟ ببینید شما کافیه که فقط به حرکت های اعتراضی توی همین یک ماه گذشته نگاه کنید فکر کنم پاسختون رو خواهید گرفت آیا روزی هست که اقشار مختلف جامعه از بازنشسته و پرستارا کارمندا کارگرا همه اقشار جامعه برای مطالباتشون توی خیابان نباشند شما نگاه کنید به خانواده شهدا حتی تولد فرزندای شهیدشون هم تبدیل میکنند به اعتراضی علیه حاکمیت و شعار اصلیشون هم حتما شنیدید مرگ بر دیکتاتور یا خامنه یه زهاک میکشیم زیر خاک یا اینکه نگاه کنید کوچکترین کت، زمینه ای که ایجاد میشه درجا تبدیل میشه به اعتراض علیه این حاکمیت به همین یکی دو هفته اخیرم اگر نگاه کنید در فنوج یکی از شهرهای بلوچستان نیروهای سرکوبگر مرتکب یه جنایتی میشند که یه جوان راکب موتوری رو به قتل میرسونند که بلافاصله این تبدیل میشه به اعتراض و آتش کشیدن کلانتری این اعتراض میتونید که همچنان ادامه داره و با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیرن یا همینطور تظاهرات تظاهراتی که بعد از نماز جمعه زایدان هست ببینید شعارهای عزیزترین شعارشون چی هست تماما رو به رأس نظام و نیروهای اصلی سرکوب رژیمه شعارهایی مثل خامنه ای کن مملکت رو رها کن یا قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان یا خامنه ای, خامنه ای قاتل خامنه ای قاتل حکومتش باطله یا بسیجی سپاهی داعش ما شمایی و شعارای از این دست بنابراین نتیجه ای که میخوام از این توضیحاتم بگیرم چیه؟ اینه که با در نظر گرفتن همه این شرایط اون چی که باید بهش بسیار توجه کرد و بسیار مهمه اینه که اول اینکه امسال رو باید یک فرصت تاریخی بدونیم برای استمرار قیام و گسترش آتش برای تحقق سرنگونی و دوم اینکه می توان و باید قیام و استمرار قیام رو تضمین کرد و سوم اینکه می توان امسال رو از یک طرف به سال تدارک و کسب بالاترین آمادگی برای گسترش آتش تبدیل کرد و از طرف دیگه تبدیل کرد به برقراری پیوند با مقاومت سازمان یافته و سراسری و پیوستن به سازمان رزم های شورشی برای در هم شکستن رژیم این اون چیزیه که گریزگاهی برای خامنه ای به طور واقعی باقی نمیذاره بله با تشکر از شما که در این برنامه با ما همراه بودید منم تشکر میکنم از دعوتتون